حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا: روسیه از صدها پهپاد شاهد ساخت ایران برای حمله به اهدافی در اوکراین استفاده کرده است. مهمات تأخیری که برای مأموریت‌های انتحاری متعدد فرستاده شده اند، بارها تلفات خود را بر غیر نظامیان وارد کردند. هفته گذشته این سلاح‌ها محوطه دانشگاه در اودسا را مورد اصابت قرار داد و بار دیگر بیگناهان در کیف در تیررس قرار گرفتند. تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن: ایران همچنان تسلیحات و مواد مخدری را تأمین می‌کند که به جنگی که در سال 2014 آغاز شد و یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه جهان را ایجاد کرده است، کمک می‌کند. ایرانی‌ها به قاچاق سلاح و مواد مخدر برای این درگیری ادامه دادند و ما بسیار نگران هستیم که این امر با وجود مزایایی که از توافق عربستان و ایران حاصل می‌شود، ادامه یابد. تهران جنگجویان حوثی را آموزش داده و آنها را برای جنگیدن و حمله به عربستان سعودی تجهیز کرده است. من همچنان نگران نقش ایران هستم. لئو والتر، نماینده مجلس ملی فرانسه: من در همبستگی با خواسته و به ندای زندانیان سیاسی اوین به طور رسمی از دولت ایران می‌خواهم تا بلادرنگ اعدام‌های دست جمعی مخالفان در ایران را متوقف کند. مبارزه برای لغو جهانی مجازات اعدام ادامه دارد. شعاری از معترضان ایرانی وجود دارد که صدای ما باش. بنابراین ما سعی می‌کنیم که صدای آنها باشیم، چون صدایشان شنیده نمی‌شود. ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا: ایران با ادامه حمایت خود از تروریست‌ها و نیروهای نیابتی به برهم زدن ثبات در خاورمیانه ادامه می‌دهد. همچنین ایران اقداماتی را برای بهبود توانایی‌های خود برای تولید سلاح هسته‌ای انجام می‌دهد. مارکوس ویشل، نماینده پارلمان سوئد: امروز زمانی که پارلمان سوئد به اتفاق آرا تصمیم گرفت به پیشنهاد من مبنی بر تروریستی بودن سپاه پاسداران رأی مثبت دهد، تاریخ را نوشتیم. سخت کوشی منجر به این شد. بابت تمامی حمایت‌های شما متشکرم. اکنون ما به مبارزه برای توقف ظلم در ایران و دادن حق اساسی مردم ایران برای آزادی ادامه خواهیم داد.